الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، تشکر از اینکه تشریف آوردید. این سری صحبت‌هایی که در مورد لین منیجمنت و لین لیدرشپ انجام میشه، من فکر می‌کنم که به درد تمام ارگان‌ها بخوره، چه فور پروفیت چه نان پروفیت. و کلاً امروز شاید یه مروری هم به صحبت دفعه پیش که فوریه بود انجام میدیم، چون اولا دو نفر از دوستان پرسیدن که جلسه قبل کی بود، این شماره دو که نوشته توی فلایر به چه معنی هست که اونا امروز مرور میکنیم. مسئله اصلیش این تم کایزنه که یه واژه ژاپنیه، کای به معنای چنج، زنم به معنای گود، چنج از گود، چنج فور د بیتر اور کانتینیوس ایمپروومنت. کانتینیوس ایمپروومنت چیزی که ژاپنیا اعتقاد داره اینه که تمامی پروسس هایی که شما تو زندگیتون دارید رگولارلی باید اینا بهینه بشه، بهینه سازی مستمر، این تعریفیه که در فارسی شده ازش. و اینو لازم نیست الزاما شما تغییرات خیلی خیلی بزرگ بدید، میتونه این نیم گرم باشه، میتونه یه اینچ باشه، ولی تا زمانی که رگولارلی انجامش بدید اون فاوندیشن اینویشن و بریکثرو خواهد بود. یعنی اینکه اپل آیفون اختراع میشه، فاوندیشنش اینه که رگولاری داره یه چیزی ایمپروو پیدا میکنه، تا یه دفعه شما سه شنبه صبح پا میشید میبینید که اپل جدید در اومده. یعنی این چیز نیستش که طرف یه نبوغ بسیار بسیار خاصی داشته و از اول یک اختراعی رو کرده، نه، اون خیلی میتونه به آروم پیش رفته باشه، به سستی و به سلو بودن پیش رفته باشه، ولی که نتیجهش یه بریکترو بزرگ میشه. لذا از این نظر خیلی مهمه که ما کانتینیوسلی بتونیم ایمپروو بکنیم و دستورات اسلام هم دقیقا همینه. این چیزی که اگه فرداتون مثل دیروز تو میشه واقعا به حالتون زندگی نکردی، خب یعنی همینه که ما رگولاری بتونیم ایمپروو بکنیم دو همه قسمت ها. و این یه چیز آسونی هم هست، یعنی اگه قرار باشه من 20 پوند وزن کم بکنم، اینو من توی ویکند نمیتونم انجام بدم. ولی لذا اصلا این که من فکرشو بکنم که همچین کاری رو بکنم، غذا نخورم، روزه بگیرم، ورزش بکنم، سختی بگذرونم خودمو، اصلا از مخیله خارجه. ولی من روزی 8 آنس رو میتونم کم بکنم، همین که به جای آسانسور با پله برم. این کایزنه و تمامی مثالهایی که برای کایزن هست مثالهای بسیار بسیار ساده ایه، ولی که اگه اون عینک رو شما نداشته باشید اون سادگی رو نمبینید. یعنی همونطور که ساده است خیلی هم ساده میشه از بغلش رد شد، خیلی ساده میشه آدم اصلا کلن غفلت بکنه و نبیندش. مثلا شما ماکروویو آون ها رو حتما دیدید دیگه، قبل از اون چند نفر وی سی آر یادشونه که چی بود؟ یادتونه وی سی آر رو که ما نوار ضبط میکردیم؟ اگه میخواستی یه چیزی رو ضبط بکنی بعد چیکار میکردیم؟ چه دکمه رو بعد فشار میدادید؟ ریکورد؟ نه دیگه، شما یادتون نیست مثل اینکه وی سی آر رو یادتون نیست، شما میخواستید ضبط بکنید بعد چیکار میکردید؟ علامت قرمز داری نزدیک میشید، همون ریکورده، ولی چی رو فشار میدادید؟ پلی و ریکورد، دو تا دگمه رو بعد فشار میدادید. و واسه اینم که مردم یادشون نره متوجه بشن چیکار بکنن، زیر پلی و ریکورد یه خط کشته بود، دو تا فلی زده بود که نشون بده دو تا انگشت. خب چرا دو تا رو بعد فشار میدادید؟ انسر، دیزاینره با هیچ احد الناس دیگه‌ای صحبت نکرده بود که یه بار ازش بپرسه آدم عاقل و بالغ اگه بخواد ریکورد بکنه چی رو فشار میده که اون اونطوری دیزاین بکنه. اون نشسته بود تو اتاق خودش یه چیزی رو دیزاین کرده بود، بعد که متوجه شده بود اکثر شما هم میگین ریکورد، الان 8 سال 10 سال چقدر 15 سال مثل که از VCR میگذره، تو 15 سال شما فراموش کرد که دوتا رو فشار میدادید. و من همون وقت خیلی عصبانی میشدم که چرا آخه این یارو اینطوری دیزاین کرده اینو، به خاطر اینکه واقعا زبان نکرده بود و به نظر خودش به عقل خودش که مردم باید بفهمن دیگه دوتا رو بعد فشار بدن، بخاطر اینکه ریکورد این ماجرا رو میچرخونه، ریکورد پلی میچرخونه، ریکورد هم که ریکورد میکنه. لذا خب خیلی برای من که دیزاینر هستم ملموسه، در صورتی که اگر ما ندونیم مردم چی میخوان، مشتری چی میخواد، ما میتونیم بهترین دیزاینر رو داشته باشیم و هیچ وقت ایمپروو نکنیم و از بیزنس هم بریم بیرون.
ماکروویو آون شما اگه بخواید 30 ثانیه بزنی بعد چیکار بکنید الان؟ نه این سوال مشکل نیست، این خیلی سوال است. 3 رو میزنید، 0 رو میزنید و استارت رو میزنید. خب حالا اومدن اینو کایزنش کردن، کایزنش چجوریه؟ یه دگمه گذاشتن سی دیگه 30، درسته 30 گذاشتن به جایی که شما 3 رو 0 رو بزنی، یه دگمه دیگه درست کردن به نام سی، عدد سی، 30 ثانیه. شما اونو میزنید رو استارت، درسته؟ یعنی اومدن یه استپ رو کم کردن. حالا شما ممکنه بگید یه استپ چیه؟ تجسم بکنید تو کارخونه یا تو اداره ای که شما مدام کارتون اینه، یک استپ میشه چند ساعت جلو افتادن. ما زمانی که من تویوتا کار میکردم، ما هر 53 ثانیه یه اتومبیل میساختیم. واسه همین اگه میخواستیم یه مقدار به سبک خودمون سلام علیک و خوش و بش و این حرفا بکنیم، هر 18 تا ماشین عقب میافتادیم. همین 5 دقیقه که ما میخواستیم خوش و بش بکنیم، خب خانم بچه ها چطورن، خودتون چطوری، نهیدمتون، 7 تا ماشین عقب میافتادیم. هر 53 ثانیه ما یه ماشین میساختیم. لذا اونجا اگه من بتونم 53 ثانیه رو بکنم 51، 2 ثانیه صرف جویی بکنم، آخر روز یه دفعه ممکنه که من 17 تا ماشین بیشتر بتونم بزنم. پس همین این کایزن، این 2 ثانیه ها ارزشش اونجاست. این نیستش که خب 2 ثانیه که چی، آدم ها کارهای مهمتر داریم. کسانی که میگن کارهای مهمتر دارن، یعنی 100% مسئله کایزن متوجه نشدن. خب حالا شما اگه بخواید سی و استارت رو یک کایزن دیگه بکنید چیکارش میکنید؟ استارت رو برمیدارید. وقتی شما سی زدید منظورتون چی بوده؟ سی بوده که 29 که نبوده که، نظرتون عوض بکنید. سی رو که میزنید باید کار بکنه قاعدتا، درسته؟ در صورتی که خیلی دستگاه هنوز اونطوری کایزن نشده، شما میتونید یه استپ دیگه هم اینو کم بکنید. الان دلیل اصلی که رو ماشین می نویسه قاشق چنگال رو توی ماکروویو آوون نذاری، دو مرتبه دیزاین بده. شما زمانی که دیزاین رو دقت نکنید، مجبور میشید با ساین، با ساینج، با لیبل بردارید اونو کورکتش بکنید. در صورتی که همونطور که دستگاه های تو فرودگاه اجازه نمیده شما با خودتون فلز ببرید تو، دستگاه ماکروویو هم نباید اجازه بده شما فلز بذارید تو. اگه گذاشتیم نباید کار بکنه. حالا خیلی ها میگن که خب این خیلی گرون میشه، این عذر و بهانه است. تکنولوژی الان منزه کافی رشد کرده که خیلی ارزون شما بتونید اینو انجامش بدید. اصل مطلب اینه که اون عینکه وجود نداره، مردم نمیبینن اشکالو. ما یک عمر سه و صفر و استارت رو زدیم، خوشحالم هستیم و هیچ وقت نرفتیم دنبال این که چجوری بتونیم اینو کایزنش بکنیم، درست؟ آسانسور که شما میخواید سوار بشید، معمولا آسانسور رو وسط ساختمون میذارن. یه در ورودی از دست راست من هست، یه در ورودی از دست چپ من هست و شما اون کال باتنه که آسانسور رو صدا میکنه که بیاد پایین یا بیاد طبقه همکفی که شما هستید. کال باتن رو معمولا کجا میذارن؟ وسط، بغل خود آسانسور، درسته؟ قاعدتا کجا باید بذارن اینو؟ بغل در باید بذارن. شما از در که وارد میشید، اگر میخواید آسانسور سوار بشید، دکمه بعد اونجا باشه که شما نیاید جلو آسانسور رو وایستید، بعدم شکایت بکنید که من وقت ندارم. دلیل این که دکمه رو بغل در نمیذارن هم این نیست که در آمریکا سیم اضافه هنوز اختراع نشده که سیم کشی رو کسی فکرشو نکرده. شما این کایزنه که یاد میگیرید، عینکتون اجاست میشه، میفهمید چقدر مشکل هست در زندگی روزمره ما و چقدر میتونید اینو بهترش بکنید. و ممکنه یک قدم هم باشه، شما الان آسانسور نگاه کنید 10 قدم بیشتر نیست ماجرا، ولی ما میجوییم میام نزدیک آسانسور دکمه میام و وامیستیم، درسته؟ در صورتی که اون از اونجا میذاریم تا اونجا که میرسیدیم، تا با آسانسور میرسیم آسانسور اومده بود دیگه از هر دو طرف. خرجش زیاد میشه، خرجش هم اصلا زیاد نمیشه، $12.95 خرجش بیشتر میشه اگر طرف عینکو داشته باشه که بتونه اینو متوجه بشه. مثلا کایزن اینه. کسی که مثال کایزن میتونه بزنه؟ من سه تا مثال زدم که شما گرم بشید. میدونم دقیقاً هر سه تو ذهن شما بود. اول بعدی گفتیم آره.
حالا دو تا چیزم دفعه پیش صحبت کردم در مورد افکتیونس و افیشنسی. حالا اینو من این دفعه زودتر میگم، رول کایزن رو رعایت میکنم. افکتیونس معنیش چی بود؟ انجام شدن کار، کار درست، کار درست. یعنی شما میتونید کار انجام بدید، اون کار غلطه رو میتونه انجام بدید. و بزرگترین دمیج هم اینه که آدم یک کاری رو به بهترین وجه انجام بده که اصلا لازم نباشه انجام بشه. ما بعضی وقت تو اون قسمت هم خیلی استادیم، یعنی یک کاری رو به دقت تمام انجام بده اصلا لازم نیست انجام بشه. مثلا زیر میز رو شما بردارید، پشت میز رو بردارید تمیز بکنید، یا رنگ بزنید، یا هر کاری که بخواد بکنید. لذا از این نظر ما صحبت کردیم که effectiveness is doing the right job. یعنی من شما متوجه شیم چه کاری لازم اول انجامش بدیم. بعدا efficiency doing the job right، یعنی using the least amount of resources، یعنی منابعی که استفاده میکنیم the least amount of resources باشه. و این هم خیلی راحته، چیز مهمه که ما هر کاری که میکنیم اول بپرسیم چه کار باید انجام بشه، بعدا چقدر برای این منابع بتونیم استفاده بکنیم. درسته؟ مثالی که دفعه پیش زدم که توی کلاس ها اینا من مطرح میکنم اینه که اگر من به شما یه مأموریتی بدم که شما به efficient ترین نوع، به خصوص efficient ترین نوع موجود برسید به مثلا ساکرامنتو، از اینجا 2 ساعت تا ساکرامنتو راهه، و شما به من زنگ بزنید بعد از 20 دقیقه و بگید که مقاله‌ای من رسیدم به ساکرامنتو، من نگاه میکنم ساعتم رو 2 ساعت قرار بود شما که طول بدید ولی 20 دقیقه رسیدید. خب شما خیلی افیشنت بودید، درسته؟ ولی بعدش بگید که اوه صبر کن، فکر میکنم من ساراتوگا هستم به جای ساکرامنتو. شما به یه آدرس غلط خیلی سریع رسیدید. دکتر میتونه کلیه اشتباه رو خیلی سریع در بیاره و این اصلا هنر نیست. ولی خیلی سریع بود، معمولا عمل کلیه من 3 ساعت طول میکشه، اینو تو نیم ساعته انجام دادم، ولی کلیه اشتباه رو در آوردی. آره اون قسمت رو میفهم ولی خیلی خوب انجام دادم. لذا همیشه effectiveness is more important than efficiency، همیشه effectiveness خیلی بهتره. و چیزی هم که ما نشون دادیم این بودش که هر دو طرف دارن یک کابینت رو میبرن، آدمی که داره با یه انگشتش هل میده از کایزن استفاده کرده، داره سوت هم میزنه خیلی هم راضیه، اون یکی هم که گذاشته اینو رو پشتش 100% داره به زمین و زمان بد و بیرا میگه که چرا این کابینت اینقدر سنگین ساخته شده، چرا اینقدر بزرگه و و و. و زمانی هم که خب چرخ اختراع شده، خب خیلی خوبه که آدم بتونه استفاده بکنه. و اینجا داره میگه که نه من اصلا وقت ندارم واسه کایزن کردن. یه اون داره به شرخ وافر میکنه، میگه به اینقدر نکشین رو به سختی، میگه نه من وقت ندارم صبر بکنم. و مثالش هم اون کسیه که با تبر درخت رو قراره بندازه و این تبرش تیز نیست و داره خیلی عرق میریزه و زحمت میکشه و درخت هم نمیفته، و یکی بهش میگه که چرا 10 دقیقه صبر نمیکنی، متوقف نمیکنی خودتو، تبرتو تیز بکنی. میگه من 10 دقیقه وقت ندارم. وقت داره یه درختی رو که نیم ساعت طول میکشه 1 ماه بندازه، ولی وقت نداره 10 دقیقه تبرش رو تیز بکنه. و تبر تیز کردن هم یعنی چی برای ما؟ افیشنسی؟ یعنی باید چیکار بکنیم؟ دقیقا باید چیکار بکنیم که ما تبرمون رو تیز بکنیم هر روز. کلاس جدید، مهارت‌های جدید، سمینار جدید، کتاب جدید. و اکثر ما بعد از اینکه دبیرستان یا دانشگاه یا پی‌اچ‌دی هر چی هست مدرکمون تموم میشه، واقعا یه نفس راحت میکشیم که ما دیگه نباید کتاب بخونیم. در صورتی که عمر تموم نشده، مدرک تموم شده. و الان متاسفانه با در مقایسه با زمانی که پدر من در قید حیات بود، این داره قسمت اینفورمیشن و نالج جدید هر 2.5 سال داره 2 برابر میشه. هر 2.5 سالی که ما کتاب نمیخونیم، سمینار نمیریم، کلاس بر نمیداریم، داریم 2.5 برابر دانش رو از دست میدیم. یعنی 2.5 سال ما حدود 10 سال پدرمون داریم ضرر میکنیم اگر اینو خودمون آپدیت و آپدودیت خودمون رو نگه نداریم. و یه صحبت دیگه هم هست که کلیشه است و خیلی صحبت‌های کلیشه‌ای رو ما امشب اینجا مطرح می‌کنیم و انشالله شما هم کمک می‌کنید که اینا رو رفع و رجوع بکنیم. یکی گفته بود که کاری که شما می‌تونی بکنی یکی از این ستاست، یا فست یا چیپ یا گوده.
و ماکسیموم هم دو تاشو میتونید شما انجام بدید. یا یه چیز باید فست باشه و چیپ دیگه نمیتونه خوب باشه. مثالش هم مثلا فست فود هاست، میگن هم قیمتش خوبه هم سریع بهتون میدم، ولی خب غذا کوالیتیش خوب نیست. درست؟ اینو قبول دارید همتون که فست فود رستوران که میرین خب خیلی سریع بهمون میده ولی خب لازم سلامتی خوب نیست. بعد میگن که دومین آرگومنت اینه که حالا اگر فست و گود باشه نمیتونه چیپ باشه. اگر شما رو سریع و خیلی خوب از اینجا ببرتون به سان دیگو حتما ارزون نیست، یارو خیلی زیاد میخواد چارج بکنه که شما رو ببره اونجا. سومین چی میگه؟ سومی هم میگه اگر ارزان بود و خوب بود حتما سریع نمیتونه باشه، خیلی لابد طول میکشه که این اتفاق بیافته. در صورت دیگه امروز ما تو زندگی که داریم، تو دورانی که هستیم و تمام این سه تا فرضیه غلطه، مارکت پلیس یا دنیای بیرون از ما انتظار داره چیزی که درست میکنیم قابل پرداخت باشه، نقطه نظر مشتری خوب باشه، با دووم باشه و سریع باشه. درسته؟ هیچ راهی دیگه ما نداریم. یعنی این طرز فکر که یا باید این دوتا باشه یا این دو این نباشه، خیلی ها اینو استفاده میکنن، این طرز فکر رو، کاملا غلطه، اصلا علمی نیست. حالا جایی که ما دفعه پیش نتونستیم اینو انجام بدیم و من امیدوارم که امشب بتونیم تیم درست بکنیم و انجامش بدیم، سر پرشرایی که سر ارگانیزیشن هست. این مسئله ضرب مسئله فارسیه که از ماسک بر ماسک، شما شنیدین اینا کیا قبول دارن این از ماسک بر ماسک رو؟ اینا اصلا دیگه میترسید اصلا دستون رو بلند کنید. اوکی. خب این به نظر من کاملا غلطه، این کاملا غلطه. دلیل این که ما اشتباه میکنیم، دلیل این که خطا میکنیم، دلیل این که راضی نیستیم از وضع، یه چیز دیگه غیر از خودمونه. فلسفه ما یا فرهنگ ما دوست داره ماها رو بفرسته کلاس و به ما توصیه بکنن آدمای بهتری باشیم، و همیشه هم گفتیم تا زمانی که تک تک ماها آدمای خوبی نباشیم، نه مملکت درست میشه، نه اداره درست میشه، نه خانه درست میشه. اینا خیلی ها گفتیم و به نظرم درست میاد، یعنی چیز عقلانیه که من اگر آدم خوبی باشم و شما بهتر از من باشی، خب دیگه مشکلی تو این ارگانیزیشن نخواهیم داشت. ولی که کجای این ماجرا به نظر من اشتباه است؟ چی کار ما باید بکنیم غیر از خوب بودن شخصی؟ چی رو باید دست بزنیم؟ چی رو باید درستش بکنیم؟ و چه چیزی رو باید رگولرلی مانیتور بکنیم و بهینش بکنیم؟ ساختار؟ اوکی؟ رفتار خودمون که همون چیزی که من میگم، یعنی من با شما منو میفرستی کلیسا یا مسجد یا روزه که من درست بشم. درسته؟ من میگم از ماس بر ماس تو تمام شرایط صدق نمیکنه. چه چیز دیگه ای رو غیر از رفتار شخصی من شما میتونید عوض بکنید که منم مجبور بشم در اون شرایط رفتار بد نکنم؟ ما اصلا فکر اون نیستیم. باریکلا لغتش هست سیستم یا استراکچری که شما گفتید، یعنی ساختاره. شما لازم نیست به من در مورد مضرات سیگار بگید. من سیگار نمیکشم، مضراتشم میدونم، ولی لازم نیست شما اگه میخواد من سیگار نکشم جلوتون، در مورد مضرات من بفرستید جایی که دارن توضیح میدن در موردش سیگار نبرید. چیکار بکنی؟ شما به من اجازه سیگار کشتن در حضور خودتون رو نباید بدید. الان تمام سیگاری هایی که در ادارات آمریکا، در جاهای سرپوشیده یا حتی شهرهایی مثل سان فرانسیسکو، تو شهرم دیگه نمیتونن سیگار بکشن، اینا کلاس ضد نیکوتین نرفتن که، نه هنوز ممکنه که از کشیدن سیگار لذت ببرن، تو این محیط نمیتونن سیگار بکشن. و چیزی که شما میخواید دیگه، یعنی شما به جای اینکه رو فرد من، رو شخص من تمرکز بکنید، رو سیستم تمرکز کنید. و بنده همون سیگاری ممکنه بمونم در حضور شما، در دفتر شما، در محل کار شما، در منزل شما سیگار نمیکشم. کاری که ما در منازل خودمون میکنیم در مورد کفش دیگه، ما زمانی که بچه ها کوچیک بودن و خیلی مهمونای غیر
فارسی زبان و ایرانی میامده منزلمون، نه یه ساین زده بودن روی درمون بیرون در، کسایی که بچه ها وارد میشدن و پدر مادرشون وارد میشدن، نوشته بودن که shoes are germ carriers and our children certainly don't need germs, please take off your shoes. درسته؟ حالا من مخواستم یه آموزش هم بدم که مثلا ما امول نیستیم که کفشمون رو در میاریم، یه مقدار علمی هم هستیم، ولی کلن من تو به حضور شما در منزل شما کفشم باید در بیارم. این که شما منو بفرستی کلاس های شنبه بعد از ظهر برم کلاس how to take off your shoes in somebody's house لازم نیست. شما سیستم رو درست بکنید و اکثر اوقات ما سیستم اصلا تمرکزی نمی کنیم. همش ما انتظار میگه ما از شما انتظار بیشتر داشتم. حالا منم به خاطر هر مسئله ای اشتباه میکنم دیگه. اگه کسی دستشو ببره اولین صحبتی که ما بهش میکنیم چیه؟ مواظب نبودی. دفعه دیگه چیکار کن؟ بیشتر دقت کن. این دفعه هم که دستشو برید که کمتر دقت نکرد که. یکی از کارهای چاقو تنها کارش بریدنه. درسته؟ من خانومم ویتنامی هستن، اول که ما ازدواج کرده بودیم دیدم خیار و اینا اینطوری پوست میکنن دور از بدن خودشون، من تا به نگیده بودم چون هاش ما خیار تو ایران خیار به طرف خودمون پوست میکنن دیگه. دیدم چه چیز قشنگ و علمیه، به جای اینکه شما به چاقو بدی ویرا بگید یا به کسی که چاقو دستشه بگید تو مواظب نبودی، تو همیشه بیدقتی، یا به بچه تون بگید، لبش رو اگه عوض بکنید احتمال بریدن دستتون کمتر میشه. درسته؟ احتماله. You're talking about possibility and probability. احتمال ما میخوام کم بکنیم. امکانش همیشه هست. من بالاخره دستم بپره و قطع بکنم. ولی احتمال شما کم میکنیم. لذا کاری که من میخواستم امشب انجام بدیم این بود که سر پرشر هایی که روی ارگانیزیشن هست صحبت بکنیم و باسه این که یه مثال عینی هم داشته باشیم، من میخواستم بنیاد تولید رو استفاده بکنم و شما دوستان که حالا تیم درست میکنیم و جمع میشید و سر این صحبت میکنید یه 10 دقیقه بعد گزارش میدید، دو تا پرشر رو که پرشر میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه و این طرز تفکر یا طرز پرابلم سالوینگ هم یه چیزه، یه سیستم ژاپنی مال استراتیجیک دیپلویمنت که هوشن کانری بهش میگن. هوشن کانری کسی شنیده؟ اینجا اوکی. هوشن کانری بهش میگن. هوشن کانری یه سیستم دیپلویمنت استراتیجیه که تویوتا استفاده میکنه و شرکت های بزرگ ژاپنی که الان تو آمریکا اگه شما احیانا اینو گوگلش بکنید در میاد. ولی کلا پرشرهایی که تو ارگانیزیشن وجود داره پرشرهایی که نوشته از below, above and outside. below کارمندایی هستن که به ما گزارش میدن، ما یه سری فشار از طرف اونا حس میکنیم که میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه. فشار الزاماً معنی منفی نداره، معنی مثبت نداره، معنی منفی نداره. خوب بود که مثلا به جای فشار شاید ژاپنی‌ها به نام به جای پرشر فیچر استفاده میکردن، شاید فیچر بهتر بود. من نخواستم دست ببرم توی متون اونا. فیچر خصوصیته، یعنی دو تا چیز ما داریم، یکی فیچر داریم یکی بنفیت، یکی خصوصیت یکی هم خاصیت. درسته؟ یه سری خصوصیت هاست که افرادی که به ما گزارش میدن و زیر دست ما کار میکنن این خصوصیت ها رو به ما وارد میکنن، میتونه مثبت باشه میشه منفی باشه. چه خصوصیت هایی مثبت یا منفی شما از طرف افرادتون میتونید انتظار داشته باشید؟ اخلاق خوب، میتونه اخلاق خوب باشه، سر وقت باشن، همه کوشا باشن. شما گوگل اگه کار بکنید اصلا این سوال مسخره خواهد بود، چون اکثر کسایی که گوگل کار میکنن چی هستن قبل از اینکه برن گوگل؟ گوگلی هستن، خودشون گوگلی هستن که میرن گوگل رو میتونن استخدام بشن. یعنی چی گوگلی هستن؟ یعنی به اینا لازم نیست یادآوری کنید بعد کار بکنید، لازم نیست یادآوری کنیم که تا زمانی که کار تموم نشده نمیتونید تشریف برید منزل، لازم نیست یادآوری کنیم که صبح دیر نمیتونید بیاید. اپل هم همینطوره. اپل هم کیا رو به خودش جذب میکنه؟ اپلیا رو.
باشه. بعدا شما اگه یه آدم غیر اپلی به یه طریقی بالاخره وارد اپل بشه، بعد از یه مدت خودش میاد بیرون. اصلا اون محیط برای این شخص غریبه است، خوب نیست، راحت نیست اونجا. مثل که شما یه نفر سیگاریو بذارید بغل یه دهی که سیگار نمیکشن، در عذابه. یا برعکس، برعکس یعنی کسی که سیگار نمیکشه رو بندازید وسط یه جمعی که مدام دارن سیگار پاک میزنن، از در عذاب احساس ناراحتی میکنه. از عرافیز کامفورت زون. خب خیلی مهمه که ما اینو در نظر بگیریم که اگر بعد حالا چیکار میکنیم که فضا رو گوگلی بکنیم که افرادی که اونجا کار میکنن لازم نباشه بهشون یادآوری بکنیم که جواب مشتری رو بد بدید، کار کمتر از حد معمول نکنید. چیکار باید بکنیم؟ استراکچر چطور میگه؟ دقیقا به من بگید استراکچر چطوری ست میکنید که اینا متوجه بشن. اولا ترینینگ و غیره جالب کنید که باید باشه، ولی خب جواب نیست. درسته؟ من یه مشتری رفتم پیروز دیدم و ایشون یه ترینینگ از من میخواست. خودم من ترینینگ چیز خوبی نیست. گفت اولی ترینری هستی که من میگی ترینینگ چیز خوبی نیست. گفتم خب نذاشی من برای یه جمله رو تموم بکنم. ترینینگ چیز خوبی نیست. چه چیز خوبیه؟ مدلینگ. اوکی. یه لغت دیگه که تقریبا شبیه ترینینگه. لرنینگ. I will be a good trainer if you people learn. ترینر کسی نیست که میتونه خوب صحبت بکنه. ترینر کسیه که میتونه مطلب خوب جا بندازه. ما همش بدن سر ترینر تاکید داریم. ما اصلا سر لرنینگ تاکید نداریم. اون طلبه که خوب صحبت بکنه میگم ترینر خیلی خوبی بود. در صورتی خب چیز یاد گرفتیم، چیزی یاد نگرفتیم، ترینر خیلی خوبی بود. این کاغذ هم که ما رو صندلیتون گذاشتیم، لطف کنید نوتاتون اگه میخواید بنویسید و بعد کارهایی هم که حالا به عنوان تیمی انجام میدیم، ولی سوال هر زمان داشتید میتونید حرف منو قطع بکنید و سوال بپرسید. سوال لطفا ساب نکنید که صحبت تموم بشه. خب اگه ما بخوایم اونجا رو گوگلی بکنیم که مردم با اشتیاق کار بکنن، حتی من زن و شوهری رو میشناسم که شامشون رو اونجا میخورن، غذاشون رو، لباسشون رو اونجا میشورن، روغن ماشین رو اونجا عوض میکنن. حالا اسلایدای بعدی میاد که گوگل چقدر مزایای مختلف واسه چیز میذاره واسه کارمندا، که کارمندا با خیال راحت بتونن 18 ساعت اونجا رو کار بکنن. یعنی و حالا ما میگیم نامردی نباید بکنن، و خیلی کشورهای اروپایی میگن ممنوع کردن بالای 8 ساعت کار بکنی. ولی کلا علاقه رو میگم، یعنی شما زمانی که با علاقه داری کار میکنی لازم نیست چیز دیگه. ما وکیشن میریم به خاطر اینکه از زندگی فعلیمون، زندگی عادیمون داریم فرار میکنیم. اگه زندگی عادی شما وکیشن باشه کجا میخوای بری دیگه؟ اگه همش از این لذت ببری، هر روز که شما بیدار میشی خدا رو شکر بکنی که خدا رو شکر بلند شدم، از همه چی لذت ببری، از دوست، از آشنا، از غذا، از محیط، از میتینگ، از جلسه لذت ببری، خب وکیشن همینه. اگه خب بری فشن برای چی؟ خب این فشن تو از فشن زندگی میکنی، که همین تعبیر هم واسه بهشت هم همینو گفتن دیگه. کسایی که تو بهشت زندگی میکنن خب همینجاست. حالا اینجا میخواد یه کاری بکنی که یه جای دیگه بره بهش، خب این اول تمرینش رو اینجا بکن که نشون بدی که چطور اخلاق بهتر میشد اگه ما تو رو بهش میفرستادیم. درسته؟ کسانی که گربه رو با لگد میزنن خب تو بهش هیچ وقت نمیرن، تو اینجاش عصبانی هستی، میری خونه اولین کاری که میکنی گربه رو میخوای بزنی، لذا بهش هم میخواهد بود، تو اصلا عوض بشو نیستی. ولی اگر ما شرایط خود ذهنی رو عوض بکنیم و بعد کالچر رو عوض بکنیم، بعدن کالچر یا فرهنگ تعریفش چیه؟ تعریف کالچر چیه؟ یه تعریفی که آسون باشه که من متوجه بشم. فرهنگ تعریفش چیه؟ How do you define culture؟ ارزش های انزامن به معنی ولیو نیست کالچر، آره عادت هایی که بله عادت دیگه عادت یه عادت اینجا. خب کالچر معنی سادهش اگه میخواید یادداشت بکنید، شما ممکنه یه جلسه دیگه از رو بپرسن بعد اشتباه بگید، اگه میخواید یادداشت بکنید کالچر is the way we do things around here. کالچر راهیه که ما کارامونو اینجا این اطراف تو این محیط تو این سازمان تو این خونه انجام میدیم.
مثلا کالچر ما سلام دادن به هم دیگه است، درسته؟ افرادی که ما به هم میرسیم باید هم پیش دستی بکنیم، حالا این دستور پیامبرمون هم بوده، ولی باید پیش دستی بکنیم. حالا بعضی افرادی این کالچر رو درست انجامش نمیدن، به هم دیگه که میرسن دارن ارزیابی میکنن که سن کدوم بیشتری که کی باید به کی سلام بده. نیم ساعت هم میشن دیگه نگاه میکنن بعد میگن شما اردیبهشت 32 هستی، یا اینا که بفهمم مثلا این بعد به اون سلام بده یا اون بعد به این سلام بده. ولی به هر حال این فرهنگ دیگه، یعنی شما بعدن به بچه‌تون هم یاد میدید تو خونه اینا تو اداره هم همینه. و دلیل اینکه تونستیم یک خونه خوب یا اداره خوب درست بکنیم، ما فرهنگ و فرهنگ اداره رو عوض کردیم. یعنی شما دو تا فرهنگ دارید، یکی کانتری کالچر، یکی هم کمپانی کالچر. شما توی کمپانی کالچر میتونه از هر کانتری بگیرید افرادو. مثلا مسئله این سر کجا میان؟ من تویتا که کار میکردم تو دیپارتمان من 11 تا ملیت مختلف وجود داشت، 11 تا ملیت مختلف، انواع اقسام کشورهای مختلف بودن، ولی داخل تویوتا که میشدن همه ژاپنی بودن. یعنی شما بیرون میتونید تاکو و بوریتو بخورید، داخل باید سوشی بخورید، مثال البته. شما بیرون میتونید فرهنگی داشته باشید، بیرون سیگار بکش، داخل سیگار نمیکشید. بیرون بی‌دقت باش در مورد کوالیتی، داخل نمیتونی بی‌دقت باشی. بیرون دیر بیا زود برو، داخل نمیتونی از این کارا بکنی. و اون فرهنگ است که ما اگه برو فرهنگ، رو سیستم، رو استراکچر اگه کار بکنیم دیگه لازم نیست رو شخص اینقدر ما تاکید بکنیم. در صورتی که فرهنگ ما بیشترین تاکید رو روی شخص میذاره و واسه همینم موفق نیست تو خیلی قسمت‌ها. موفق نیستیم ما. در صورتی که اینجا شما ببینید مثلا 72 ملت در این مملکت وجود دارن، به خصوص تو کالیفرنیا و سیلیکون ولی که ما داریم کار میکنیم، ولی وقتی همه میرن داخل شرکت سیسکو، آی بی ام، آمازون، هر جا میرن مثل همون کالچر میشن. مثل آبی که شما داخل قوری میریزی شکل قوری میشه، داخل فنجان میریزی شکل فنجان میشه، داخل این بطری میریزی شکل این میشه. یعنی اینقدر فلکسیبیلیتی سیستم داره که تمام اینا رو بتونه هضم بکنه و جذبشون بکنه. و خدا بیامرز آقای جیم رون که منتور بنده بود میگفتش که اگر فرهنگ قوی باشه، اگر فرهنگ ریچ باشه، تمام اجنبی و خارجی ها رو میبلعه و اصلا اجازه نمیده که کسی تجاوز بکنه به اون فرهنگ، به اون اداره، به اون مملکت، به اون خانواده. و میگه که تو 6500 سالی که ما فرهنگ مدون داریم، بارها و بارها بربرها به چینی ها حمله کردن، ولی بعد از یه مدت خیلی کمی همه بربرها چینی شدن، ولی چینی ها هیچ وقت بربر نشدن. و این فقط و فقط به خاطر اون طرز تفکر دوتا فیلسوفری بوده که چین داشته. یعنی همش سیستمه، همش فرهنگه و اون خیلی مهمه که ما اینو داشته باشیم. حالا external pressures مثل چی میمونه؟ دو مرتبه مثال اگه بنیاد توحید بگیریم، ما internally چه pressure‌هایی داریم؟ من میخوام یکی دو تاشو بگیر بعدن تیم درست میکنیم که بقیهشو انجام بدید. ولی چه pressure‌هایی ما internally داریم برای بنیاد توحید؟ چه مثبت چه منفی؟ آن تایم شروع نمی‌کنیم. اوکی؟ باجت ممکنه که باجت داخلی میشه دیگه. درسته؟ باجت ممکنه که پول نداشته باشیم. ما می‌خوایم فرودگاه بزنیم پول نداریم. بفرض. درسته؟ دیگه چی؟ خارج چی؟ پرشرهایی که از بیرون به ما میاد چیه؟ رنت. می‌دونید که خرجمون باشه که رنت باشه. یه دونه یکی میشه الان رفتاریه که با مسلمان‌ها دارن می‌کنن. درسته؟ اسم مسلمان میتونه یه پرشر باشه دیگه. اسم ایرانی میتونه یه پرشر باشه. درسته؟ خیلی ما وقتی خودمون معرفی میکنیم پرشن هستیم، ما ایرانی نیستیم، اونجا الکس هستیم، علی نیستیم. درسته؟ اون پرشر دیگه، دلیل اینکه اینطور میشیم پرشره. درسته؟ خب حالا برای بنیاد توحید ما اگر بتونیم یه سری حالا خاصیت پرشرها چیه، به فرض فهمیدیم که این پرشرها رو ما هست، چیکار میخوام با این بکنیم؟ تا
که اول یک اول بتونیم قبولشون بکنیم، بعد بخوام حالا کنترلش بکنیم که بعداً بر اساس با در نظر گرفتن این پرشرهایی که وجود داره یه سری گولز اند ابجکتیو واسه یه اورگانایزیشن میتونیم بذاریم دیگه. درسته؟ اگه لطف بکنید از اینجا شماره 1 و بعد 2 3 4 چهار نفر بکنم، چهار تا تیم داشته باشیم خوب باشه، بشمرید و بعد میچرخیم. بلند بگید که بقیه، نه با من که نمیگید، یک که بقیه بدن. یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، یک. خانم بگید دو. دو، دو خوبه. آیا اتفاق آیا ارفان اوکی شما آیا چهار نه شما یک شما بگی یک یک اوکی دو سه چهار اوکی همه یک ها اگه لود کنید داشتی بیارید اینجا و صندلی هم میتونید بچرخونید، همه یک ها اینجا بشینن، دو ها میتونن پشت سرشون بشینن، سه اینجا باشه و چهار هم پشت سر اونا. صندلی هم میتونید بچرخونید هر طور که دوست داشتید. نه با هم باشید که دیگه بدن چیز میشه. موضوع شما هست که اینترنال مثبت یا منفی؟ فرق نمی‌کنه، انتخاب کنید. ما گفتیم که lack of service یه پرشور اینترناله. اوکی. سرویس منظورتون چیه؟ سرویس علی آقا گفتن که مثلا اینکه ما خدماتی مثل خدمات همین تخت و دفت و خدمات سرویس هایی که کامیونیتی لازم داره. اوکی. اکسترنال هم lack of participation from the community, lack of support from community. Okay. اونم اکسترنال دیگه درسته، همه موافقن این دو تا چیز. اوکی مرسی، خیلی متشکرم. دست هم بزنیم واسه تیم شماره یک. مرسی آقای شناسا. دست آخر همیشه میگن بیشتری منفعت داره. گروه دو اگر لطف کنید، یه اینترنال یه اکسترنال. تیم دوم. اینترنال جذب جوان ها از اکسترنال اور اینترنال در میشه میتونه اینترنال هم باشه، اگه ما جذابیت رو داخل نداشته باشیم درسته. اوکی آمدی شما خودت اینجا امشب اومدی دیگه نمیتونی بری جذب جوان ها. اوکی اجازه برگزاری یعنی چی؟ اکسترنال این؟ آه یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ آها مثبته مثبته دقیقاً. یعنی ما آمادگی اینجا ما داریم، یعنی ما از جاهای دیگه دنیا میایم اینجا و میگیم که اونجا نمیتونستیم حرف بزنیم، اینجا نمیتونستیم کتاب بخونیم، اونجا نمیتونستیم فلان بریم، اینجا خب مهد آزادی همه کارم تقریبا در کالیفرنیا مهد آزادی همه کارم میتونیم بکنیم و این چیز مثبتی که بعدش استفاده بهینه تر بکنیم. مرسی تیم دو. تیم سه ریسورس نداری؟ ممکن ریسورس هم چیزی که صحبت کردی که چه ریسورس هایی منظورتونه؟ الان خب میتونیم یه چیز تیم هایی که تیم هایی که افرادی که بخوان کمک بکنن به این برنامه ها ما هنوز نتونستیم داخل بکنیم منز کافی، یعنی همه کارها رو میخواد بورد انجام بده به اضافه یه عده‌ای که 20 سال اینجا زحمت کشتن و خیلی افرادی هستن که میخوان بیان زحمت بکشن و بیان جلو، حالا به هر دلیلی ما نتونستیم اینو رسما یه ساختاری بسازیم که اینا بیان کمک بکنن. و زمانی که این کارو کردیم شده، مثلا آقای بنکدار رو که ازشون خواهش کردیم ماهی یه بار بیان سنک و اینا سرو بکنن یا بخرن اینا، خب این انجام شده. این الان چند ماهی که چند ماه آقای بنکدار رو تو می‌کنی میای ببخشید دهن پر صحبت نمد بکنم، ولی خب اون انجام شده درسته. یعنی زمانی که ما از مردم از مردم میخوایم، مردم این دعوت ما رو اجابت میکنن. یه مقدار ممکنه که این اینترنال پرشر باشه که ما درست از مردم نخواستیم. به هر حال ممنون آقای بنکدار. لک آف پارتیسیپیشن فرام آتسا اکسترنال یا خوبش رو درستش رو انتخاب کنید. خوب میتونه منفی هم باشه، یعنی درشت منظور درشتش رو بدی داره.
audience expectation. Audience. Expectation دارن که نوع تاپیک سخنرانی ایسی ایسی اوکی اوکی من متوجه شدم تمام تیم ها شاید یه صحبتی هم بود که اینجا آمدن مطرح شد تیم یک مطرح کرد بسیار عالی مرسی تیم شماره 3 تیم شماره 4 من از اکسترنال شروع کنم شور اکسترنال رقابت با دیگر مراکز میتونه هم مثبت باشه هم بارکلا آره بارکلا خیلی خوبیه درسته یعنی مرکز اسلامی هم الان زیاده این اطرافمون و ما نقطه خودمون رو جای خودمون رو مشخص بکنیم که ما اون بهش میگن unique selling proposition ما unique selling propositionمون چیه؟ چه چیزیه که بنیاد تولید میداره ارائه میده که بقیه مراکز نمیتونن دیگه بدن internal اوکی ولی چه پرشری رو شما پیدا کردید؟ یعنی چه چیزی رو فکر میکنید که یا مثبت یا منفی پرشر داخلیه؟ شما در فرمانتی ساختمانی بشتید که سیاسی نیست بیشتر کسایی در حد میکنید که بیشتر فرمانتی و مثلا که خیلی کسایی که فرمانتی حضر بینش سیاسی مخصوصی کنید در حد میشن بیشتر کی چیزی میشتید که اصلا سیاسی اون ممکنه ضرری باشه که میزنه ولی اسم پرشر رو یه جوری که توی لغت بگی چه پرشری وجود داره تعریف دقیقه خط نشده اوکی اون نتیجهش میشه ولی عاملی که سبب اون نتیجه بشه شاید این باشه که به خط مش خودمون عمل نمی کنیم تناقض این وسط ممکنه که باشه اوکی بسیار مرسی اون کاغذاتم لطف کنید مرسی تیم شماره 4 هم خیلی ممنون کاغذا لطف کنید اگه یکی از دوستان جمع بکنن یا خانم حسیبی اگه شما تمام کاغذا رو بدید به خانم حسیبی یا آقای شیر مسیا هر کسی که ما بعدا اینا رو مطالعه بکنیم اونا بعدا هم میتونیم بیاد بله اگه چیزی هست خب میرسیم به این پیرامید یا به این هرمی که اینجا وجود داره مرسی این هرم بالای بالاش حالا که ما پرشرها رو شناختیم CBN هست که CBN مخفف Company Business Needs یا Organization Business Needs الان که ما فهمیدیم که محدودیت همون یا درجات نقاط قوتمون چیه ما میتونیم الان Company Business Needs رو بعدن تعریف میکنیم که هوشن هم میشه Objective حالا تفاوت بین Goal و Objective چیه؟ گول و ابجکتیو تفاوتشون اگه آیا تفاوت دارن یکی هن یا تفاوت دارن اگه دارن تفاوت چیه پس استراتژی چیه گول سه تا شد گول ابجکتیو استراتژی گول چیه گول چیزیه که ما میخوام بهش برسیم گول کوچکتره ابجکتیو بزرگتره What we want to achieve, what structure, how to achieve. No, structure not. Goal, objective, strategy. Okay. Okay. Where you want to go and how you want to go. How چیه؟ استراتژی یا ابجکتیوه؟ ابجکتیو استراتژی چیه بس؟ How که همش که میشه how بشه که نه ببینید شما بگاه های مهمی پور گول به نظر من یکم بزرگتر دیدن یعنی که اون جایی که بخواد سازمان بشه برسه ابجکتیو کردن اون گول دوری که در اهداف کوچیک‌تر تنجبل باشه قابل دستیابی باشه و استراتژی راه رسیدن به اون اهداف اوکی چون من میخوام دوستیمون با همه حفظ بشه همه تون درست گفتید من بعضی ها درست در گفتم من یه مثالی بزنم براتون گول میتونه این باشه که یکی بخواد NBA شو بگیره این گوله درسته
ابجکتیو قدم هایی که بعد برداره که به MBA گرفتن برسه، میشه ثبت نام در دانشگاه، ولی ثبت نام گول نیست، MBA گوله، ولی ثبت نام باید بشه. خب استراتژی میشه چی توی این مثال؟ مثال بزن به من بگید. نه کلاس ها میشه ابجکتیو، نه اونم ابجکتیوه. استراتژی اینه که من میخوام آنلاین کلاس بردارم، ایونینگ کلاس بردارم، روز کلاس بردارم، چگونه میخوام به این مسئله برسم. ابجکتیو میشه ثبت نام کردن فقط. شما بهترین ابجکتیو اچیور دنیا بشید به اینجا نمیرسید، ولی ابجکتیو لازمه که شما انجام بدیدش. گول شما MBA بود، متوجهی؟ و بعدم تصمیم میگیرید که آنلاین بخونید کلاس ها رو، اون میشه استراتژی شما. خب لذا کمپانی بیزنس نیدی که شما تعریف کردید و هوشنگ که میشه تقریبا یه چیزی شبیه ابجکتیو و گول میشه، اولین چیز استراتژی ما چجوری میخوایم به این برسیم که جلسات بعد در مورد استراتژی هم توضیح میدیم. بعد استراکچره که ساختار سازمانی چیه. الان صحبتی که کردیم، اگر ساختار سازمانی اینطوری باشه که گریبان شرکت در دست یک نفر باشه و اونشون هم اجازه نده کسی دیگه وارد بشه و همش بخوان خودشون حبس بکنن، خب هیچ کس شرکت نمی کنه تو این ماجرا. و بعضی وقتا هم اشکال از آدم ها نیست، اشکال از ساختاره. دلیل این که من میخوام تمام کلیدا دست من باشه چیه؟ این الزاما نیست که معنیش اینجوری من آدم بدی هستم، ولی من ترس دارم از یه چیزی که اگه هر کسی کلید داشته باشه بعدن کنترل دست من خارج میشه، و این ترسی که کنترل دست من خارج بشه اجازه نمیده اینا. لیدرشپ چیه معنیش؟ لیدرشپ معنیش چیه؟ یعنی دفنیشنش اینجاست که از ماست که بر ماست کلن معناشو از دست میده. یعنی لیدرشپ یه ارگانیزیشن ست چیزیو که تمیو که ست میکنه، اون تم سبب میشه، استراکچری که ست میکنه اون تم سبب میشه من چطوری کار بکنم. اون دیگه من میتونم خیلی آدم تنبلی باشم بیرون از شرکت، داخل شرکت من دیگه نمیتونم تنبلی بکنم. چی شد؟ بس لیدرشپ عوض شد. بله، شما تو گوگل اگر آدم گوگلی نباشید نمیمونید خودتون. فقط و فقط هم این لیدرشپه. لیدرشپ هم کاری که کرده کالچری رو گذاشته که حالا ما بهش گفتیم سیستم، یکی گفت سیستم، یکی گفت استراکچر، درسته که همه اینا میشه، فرهنگی رو گذاشته که سیگاری ها نتونن وارد اون فرهنگ بشن. اگر هم شدن نمیتونن سیگار بکشن اونجا. من میتونم خیلی تنبل باشم بیرون، ولی اون فرهنگ مملکتی یا خانوادگی یا شخصی منه، هیچ کم با کسی نباید کار داشته باشه. چون زمانی که شما بند میکنی به تنبلی من، منم حالا در ازا باید بند بکنم به یه نقصی که شما دارید دیگه. اونجاست که دعوا شروع میشه. شما در به جای اینکه به بند بکنید که آقا مقاله تو دیر میای، تو تنبلی، تو درست کار نمیکنید، سیستم رو طوری بکنید که مقاله‌ای ها جذب نشن به اون سیستم. خود مقاله‌ای ها نمیاد تو اصلا. وقتی میارن میبینن که اینجا نمیشه این کارا رو کردن میرن. لیدرشپ تعریفی که تعریفای خوبی که من لیدرشپ شنیدم ایناست. Leadership is the ability to entice others to want to follow you. شما نمیتونید به مردم بگید من لیدرم منو فالو بکنید. مردم باید بخوان شما رو فالو بکنن. The ability to entice others to want to follow you. در روزی هم که مردم تصمیم بگیرن شما رو نمیخوان فالو بکنن، لیدرشپ شما دیگه ساقط میشه. لیدرشپ پست نیست، پوزیشن نیست، یک قابلیتیه که مردم دوست دارن، علاقه دارن دنبال شما بیان. و اگر شما نتونستید ایجاد بکنید لیدرید، اگر نتونستید که لیدر نیستید. End of the story. Leadership is a gift that followers give to the leader
لیدرشپ یه کادویه، رهبریت یه کادویه، یه هدیه‌ایه که فالوورها دنبال روها به لیدرشون میدن by wanting to follow him or her، با نشون دادن این که من میخوام تو رو دنبال بکنم، من میخوام پیروی از تو بکنم. و هیچ کدوم اینا اجباری نیست. بر روی بیزنس کارت نمیتونید بنویسید لیدر و بعد از اونها مردم دنبال روی شما باشن. منیجر میتونه این کارو بکنه، لیدر نمیتونه. لیدر بلافاصله از لیدرشپ ساقط میشه اگه مردم نخوان دنبال رو باشن. درسته؟ بعد هیومن کپیتال چیه؟ قسمت پایین این چیز هرم هیومن کپیتال زیر لیدرشپ چیه؟ ریسورسه که الان هنوز کتاب ها متاسفانه میگن ریسورس، ولی ریسورس لغت خوبی واسه یه آدمیزاد نیست. چرا؟ چرا هیومن ریسورس فریز خوبی نیست؟ الان هنوز دانشگاه ها عوض نکرده، هنوز ما تو کتاب ها میگیم هیومن ریسورس، ولی من عوض کردم به خاطر یه دلیلی. چرا هیومن ریسورس خوب نیست؟ به خاطر اینکه ریسورس is something that you use up، you misuse و sometimes you abuse. The human is not any of those. Human is what? Human is supposed to be developed and expected to appreciate. لذا اگر یک کارمند ما داریم که با ما کار میکنن، ما همیشه باید اینا رو سعی کنیم دیولپشون بکنیم، نه اینکه اینا رو یوز بکنیم. و خیلی هستن که آدمی ذاتو برمیدارن یوز میکنن تو جاهای مختلف و اون احساس هم احساس خوبی نیست. شما احساس میکنی اینجا استفاده شدی، مورد استفاده قرار گرفتی. حالا سوء استفادهش که بدتره، خود استفادهش هم خوب نیست. درسته؟ سوء استفادهش که دیگه چی؟ Human capital چیزیه که ما we have to develop our people. بعدن حالا میگن طرف منیجره. وقتی شما منیجر هستی چی رو منیج میکنید؟ اگر بگید human is wrong به خاطر اینکه you're not supposed to manage people tasks systems projects procedures، خب به آدمیزاد که رسید باید چیکار بکنید؟ lead. بین لیدر و منیجر تفاوت اینجاست. منیجر باید کارا رو انجام بده و بعضی وقتا وسط انجام دادن کار دادم میزنه به سر آدمیزادها و همه رو از دست میده و میگنم نمیخواد کسی با مقاله‌ای کار بکنه، به خاطر اینکه مقاله‌ای با افراد درست رفتار نمیکنه، میخواد اینا رو منیج بکنه. و شما فریز ماکرو منیجمنت رو شنیدید دیگه، از چی شروع میشه؟ از منیج کردن افراد. زمانی که شما میخواد یه شخصی رو مدیریت بکنید باید ماکرو منیجش بکنید. اگر من ندونم شما چه ساعتی میای، چه ساعتی غذا میخوای، چه ساعتی دستشویی میری، چند بار در روز دستشویی میرید، بله من چه منیجری هستم؟ بس من میخوام اون احساس قدرت رو داشته باشم. هیچ منفعتی هم به من نمیده من تمام کلیدای توالت ها دست من باشه، اصلا به من منفعت نمیده. من که نمیخوام یه لاب درست بکنم ببینم درصد بگیرم هر کی چند بار توالت میره که، ولی احساس قدرت به من دست میده و اون احساس قدرت همه رو از طرف من از دور بر من میپرونه. درصدی که من زمانی که به تسک میرسم، به پراجکت میرسم، بعد اونو منیجش بکنم، به باجت میرسم بعد منیج بکنم، به پیپل که میرسم بعد لیدشون بکنم. و آخر داستانم اینه که شما اکتیویتی هایی دارید که بعد انجام بدید، که اون اکتیویتی هم تلفن جواب بدید، ایمیل جواب بدید، کاغذ رو استیپل بزنید و بعدا که اونا باید انجام بشه، ولی مهمترین قسمت نیستش. حالا استراتژی اینطوریه که شما نحوه رسیدن به هدف رو استراتژی تعریف میکنه و اگر شما استراتژیک باشید نحوه رسیدن تو همیشه طوریه که سبب میشه مردم بایتون بهتر بشن، بیشتر بپرن و بخوان کمکتون بکنن و همه بخوان تو تیم شما باشن. یادتونه ما زمانی که جوانتر بودیم یارگیری میکردیم تو بسکتبال یا والیبال یا فوتبال و خب تو اینا من حسن رو برمیدارم، این حسن رو برمیدارم، رعنا رو برمیدارم، نرگس رو برمیداره، بعد آخر سر یکی میموند، میگفتن بعد منم تو رو بردارم دیگه. یعنی اونطور کسی که مردم قاب میزنن لیدر خوبو که بخوان تو تیم اون باشن، چون یه لذت خاصی میده و میدونم که من اگر تو تیم این طرف کار بکنم من MBA رو میتونم بگیرم،
با در مجاورت بودن این شخص و خود این یه افتخاره. یعنی منیجرهای خوب کسانی هستن که با اخلاقشون همه رو جذب میکنن و بعد شروع میکنن به پرورش دادن و رشد دادن. منیجرهای بد هم تنها اشکالات رو میبینن و سعی میکنن که بیشتر شما رو تحت منگنه بذارن. کاغذ برمیدارن مینویسن دیر اومدی، زود رفتی. من نمیگم دیر اومدن و زود رفتن صفات خوبیه، ولی وقتی من میگم من زمانی که شما رو منیج میخوام بکنم به عنوان شخص، کلن کار رو از دست میدم. من کار رو منیج بکنم، شما رو لید بکنم و اون هنره. این چیزی هم نیستش که مثلا با یه سال دو سال دانشگاه رفتم بتونه یاد بگیرم. ولی حالا سر استراتژی رو ما مطرح بکنیم. ببینید خب همه میخوان که بیشترین سود رو ببرن و سود شما دو نوع میتونید ببرید بالا. یکیش اینی که قیمتتون رو ببرید بالا که خیلی ها میکنن این کارو، و یکی دیگه اینه که کاست رو بیارید پایین. کاست یعنی چی؟ کاست مخالف ولیوه. درست، کاست مخالف ولیوه. ولیو تعریفش چیه؟ definitionش چیه؟ تعریفش something that the customer or the marketplace is willing to pay for. Willing to pay for. درسته؟ این بطری آب و I'm willing to pay for الان امروز یک دلار. درسته؟ اگر احیانا کسی که این بطری رو از فیجی برداشته آورده اینجا کاغذ و مدرک به من نشون بده که این بطری $4 پاش در اومده و مارکت نخواد و نتونه $4 بابت این بده، این $4 فروش نمیره. درسته؟ willing to pay for. بعضی جاها amusement park های مختلف که شما میرید همینو میدن $10. شما اونجا مجبورید که بخریدش چون بچه‌تون تشنه است، خودتون تشنه اید و مجبورید. من اونو نمیگم willing to pay for، که شما مایل باشید بپردازید. بعد cost یه چیزیه که مشتری is not willing to pay for. یه مقاله بود یکی از ایرلاین ها حدود فکر کنم 20 سال پیش بود که نوشته بود که اینا داشتن لغت کایزن هم به کار برده بود، کایزن کردن سالادی رو که سرو میکنن روی دو هواپیما و فهمیدن که اگر به جای 3 زیتون روی سالاد 2 زیتون بذارن $50,000 هم در سال کاستشون میاد پایین. منم تازه شروع کرده بودم تویوتا کار کردن و خیلی داغ بودم و که این معانی رو بفهمم و مقایسه بکنم این صحبت. به لحاظه رو فهمیدم که اینا کاست رو کم نمی کنن. زیتون وقتی شما از سالاد کم کنید از چی داری کم می کنید؟ از ولی داری کم می کنید. اگه زیتون چیز خوبی نبود چون نباید می زاشتی از اول، اگه کاست بود که نباید می زاشتی اونجا. مردم بابت اون ولیو میان ایرلاین رو سوار میشن و میرن. حالا این ایشون فکر کرده بود که اگه یه دونه زیتون برداره $50,000، من برای شما واسهش نامه نوشتم. میگم چون جوان‌تر بودم و خیلی هم ساده‌تر بودم فکر کردم اینا الان جواب میدن دیگه نامه رو. بعدشون ایمیل هم نبود اون زمان. برایشون یه نامه نوشیم دیر ایرلاین، من تویوتا کار میکنم و این چیزا رو یاد گرفتم، شما هم که بلد نیستید شما برداشتید ولیو رو کم کردید. حالا من یه ایده‌ای دیگه واسه شما دارم، اگه واقعا میخواد 50,000 تا دیگه سیو بکنید دومین زیتون هم بردارید و حتی مردم که نمیدونن شما زیتون داشتی هر ستا رو جمعش بکنید و اصلا سالاد ندید به مردم، خیلی سیو میکنید. ببینید ما بعضی وقتا از ولیو زدن میخواد منفعت ببریم و درآمد اون رو ببریم بالا، سود اون رو ببریم بالا، در صورتی که نه، شما از کاستت بعد بزنی، خرجت رو بعد کم بکنی و خرج هم چیزیه که customer is not willing to pay for. ما به جای اینکه اینجا نون پنیر و گوجه فرنگی و خیار و اینا، به جای اینکه گوجه فرنگی رو کم بکنیم اصلا برداریم حذفش بکنیم که مردم متوجه میشن و هر دفعه میاد اینجا نون پنیر و گوجه فرنگی و خیار بود، گوجه فرنگیش نیستش، آره ما کاستمون داریم میاد پایین. کاست نمیاد پایین، شما ولیو رو آوردید پایین و مردم متوجه میشن که ما ولیو اورینتد نیستیم. دومی مسئله ای که هستش استراکچره و استراکچر ساختار شرکت رو شما طوری اگه بریزید که تیم‌های مختلف کار بکنن، بعد همه احساس تعلق میکنن به تیم، به شرکت، به سازمان. ولی زمانی که مقاله میاد صحبت مقاله میکنه،
خوش آمد و مقاله‌ای میگه، بلیط رو مقاله‌ای میفروشه، چای رو مقاله‌ای سرو میکنه، صندلی ها رو این بعد بگه، همه بعد بیان از این کلیدا رو بگیرن برن در شویی استفاده بکنن. خب مردم میگن ما برای چی بیاییم اونجا؟ از ما احساس تعلق خاطر نمی کنیم به اون سازمان. بعد میشه دو تا فلسفه که من اینام بگم بعد دیگه میشه دو تا مسئله که اینکه شما چجوری بتونید این استراکچر رو بریزید که مردم وارد سازمان شما بشن و هر کدوم بتونن یه کاری بکنن. چون اکثر ما وقتی که میایم اینجا میخوایم احساس خوبی برای خودمون بکنیم، یعنی شب که میریم خونه اگر وقتی میگیم این سخنران خوب بود یعنی چی؟ یعنی شما در حضور این سخنران احساس خوبی در قبال خودتون کردید، درسته؟ اگر اون سخنران اون احساس خوبو در شما ایجاد نکنه شما میرین خونه که سخنران خوب نبود، درسته؟ شما احساس خوب نکردید. و وظیفه سخنران، وظیفه سازمان هم اینه که شما که تشریف میارید اینجا احساس خوبی بکنید که اینجا خونه دوم منه. جمعه ها و خیلی هاتون این لطف میکنید و همیشه تشریف میارید، ما بعد حواسون باشه که اون احساس رو ازتون نگیریم، چه خواسته چه نخواسته. این هفتش ده خط رو بذارید من چیزای قسمت های مهمش رو بگم. مال گوگله، میگه دلیل اینکه مردم تو گوگل کار میکنن که میتونن لباساشون اونجا بشورن، خوششویی لباساشون رو بندازن واسه خوششویی، روغن ماشینشون رو عوض بکنن، روغن ماشینشون رو بدن بشورن، ورزش بکنن توی جیم گوگل. گوگل سابسیدایز میکنه یه سری خرج کلاسای ورزشی بیرونشون هم میده، ماساژ بگیرن، مندرین یاد بگیرن، ژاپنی یاد بگیرن، اسپانیش یاد بگیرن، فرنچ یاد بگیرن، اینا مجانیه زمانی که سر کار هستن. پرسونال کانسیلر داشته باشن که تمام کارهای خدمات مسافرتی رو واسه انجام بده، موهاشون رو کوتاه بکنن، سلمونی بدن، اگر احیانا ماشین هایبرید بخرن $5,000 میتونن want to buy a hybrid car، اگه بخوام $5,000 گوگل بهشون environmental friendly تخفیف میده یا یه بونسی بهشون میده. و سی او گوگل گفته که خب این کارهایی که ما کردیم ازش پرسیدن، فورچون مگزین ازش پرسیده که آیا کافیه این کارهایی که میکنی یا نه. سی او گفته که نه، ما باید یه احساسی به کارمندامون القا بکنیم که اینا خانواده ما هستن و اینجام که میان این کمپانی یه بخشی از کمپانی ما هستن و تا زمانی هم که ما اون کار رو نتونیم بکنیم این افراد احساس نمی کنن که گوگل ما رو اوناست. واسه همین هم هست که گوگلی هایی که من میشناسم جدن میگم همون شیش صبح که میان در این شب هم نمیخوان برن خونه، حالا خوب رو بعدش رو کار نهیم، ولی احساس خیلی خوبه که در مورد خودشون میکنن. زمانی هم که آقای هرب کلهر رئیس ساوت وست بود قیمت بنزین رفته بود بالا و کاری که سه برابر شده بود، ایشون یه ایمیل داده به تمام کارمندا یا نامه داده به تمام کارمندا در خونه شون، نامه فرستاده نوشته قیمت جت فیول کاست 3 تایمز هایر رفته بالا و میشه ما حدود 19 میلیون گالون در هفته مصرف میکنیم و سوددهی شرکت در خطره. یه نامه نوشته و نوشته که اگر شما بتونید ایده‌ای بدید که روزی $5 ما کم بکنیم ما میتونیم به اونجا برسیم، به سوددهی برسیم. ساوت وست $51 میلیون سالانه کم کرد و این ریسپانسی که مردم دادن ایمیدیت بود، یعنی شما فقط باید به کارمند بگید چی کار بکن و اینا میگن که ما چی کار میتونیم بکنیم، بگید که درد چیه، بگید که پرشر چیه و اونا بهتون میگن که ما هم چی کار بکن. و این ماجرا در عرض 6 هفته که نامه فرستاده شده بود در اومد و انجام شد و تونستن $2 میلیون در ظرف 6 هفته کم بکنن. اینو شما توجه بکنید، تفاوت بین self-directed team و committee. من اینم میگم بعد دیگه میذاریم واسه سوال جواب اگه چیزی هست. یه اسب هست اینجا، یه شتر. میگه شتر قرار بود که اسب باشه ولی کمیته دیزاینش کرد. خاصیت کمیته اینه، خاصیت کمیته اینه که تمامی نظرات افراد رو میگیره
و اصلا توجهی نداره که goals and objective شرکت چی بود. شرکت اسب خواسته بود، ولی کمیته، افراد کمیته با هم دیگه که صحبت میکنن، یکی میگه اگه کوان داشته باشه بد نیست، یکی میگه اگه قدش انقدر باشه بد نیست، و نهایتاً چیزی که اند پروداکتی که میاد بیرون یک موجود کاملا جداییه. سلف دایرکتد تیمز، همون کاری که ما اینجا میخوایم بکنیم و الان این تیم خدمات اجتماعیمون درست شده، تیم خدمات اجتماعی آقای تعبیریان هستن، آقای اتفاق هستن، آقای مجید هاشمی هستن، من خودم هستم، آقای حمید هستن از ساکرامنتو، اون انجام شده. واسه همین کیسه خوابا و جورابا و فلان صحبت های مسئولیت ماست، ما اینو انجام میدیم و پخش میکنیم و شما دوستان هم کمک میکنی پخشش میکنی، ولی اون مسئولیت ماست. تیم سنک انجام نشده، این تمام کارها رو آقای کاظم‌پور، خانم کاظم‌پور و چند تا دوستان دیگه، آقای خانم اتفاق غیرزالک بعد انجام بدن، بعد بقیه دوستان که اسم نبردم بعد انجام، اون تیم درست نشده. این تیم هم اگه بتونیم ما جور بکنیم و تیمای دیگه که الان میبینید، بعد کاری که تمام این تیم ها میکنن اسب خواهد بود، چیزی که شرکت میخواد، نه کاری که خودشون دوست دارن انجام بدن. راهی هم که ما باید بریم اینه که قدرت رو از دست 5 نفره به خصوص بگیریم و پخشش بکنیم تو افراد دیگه. اونو بهش میگن دیسنترالیزیشن. من سفر آخری که به ارمنستان داشتم، به وزارت کشاورزی ارمنستان این کارو انجام داد. اونجا ما دیسنترالایز کردیم و خیلی هم مشکلات عدید پیش میاد، ولی کن اگر انجام ندید کل ساختار از بین میره. یه روز پا میشید و میبینید که این وجود نداره دیگه. الان اپل، آمازون، ایچ پی، اینا همه دارن به صورت دیسنترالایز کار میکنن. دیسنترالایز هم یعنی اینکه شما اگر ساختار سنک رو دارید، شما اگر ساختار خدمات اجتماعی رو دارید، شما یه دیپارتمان جدا هستید که تقریبا هر کاری دلتون میخواد تا زمانی که شرکت رو به گولز اند ابجکتیو برسونید میتونید انجام بدید. هیچ کی نمیاد شما سوال بکنید چرا این کارو کردید. و اون بهترین موتیویشن واسه طرف که بتونه با علاقه بیاد اونجا و کارش انجام بده، بهترین موتیویشنه. یه سوالی بود که آیا موتیویشن بهتره یا اتوریتی دادن. اجازه کار دادن خودش موتیویشن رو میاره، و هرچی شما رو بخوام محدودتر بکنم موتیویشن رو میکشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.